موج محکومیت های بین المللی علیه اعدام قهرمانان مجاهد جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی. عفو بین الملل، دولت انگلستان، کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد از سوی اکثریت مجلس عوام و بیش از 200 عضو مجلس اعیان، کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، حقوق بشر نوین فرانسه، کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک، کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان، کمیته عراقی دفاع از اشرف، کمیته دوستی کردستان عراق با مردم ایران، جمعیت نویسندگان کرد عراق. عفو بین الملل در بیانیه شدید اللحن خود در محکومیت اعدام مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی اعلام کرد: عفو بین الملل اعدام دو فعال سیاسی را که در سپتامبر 2009 به دنبال ناآرامی های پس از انتخابات مناقشه برانگیز رژیم ایران دستگیر شده بودند محکوم می کند. گزارش شده است که جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در زندان اوین به دار آویخته شدند. آنها هر دو به محاربه، دشمنی با خدا، تبلیغات علیه نظام و داشتن ارتباط با گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران متهم شده بودند. اعدام آنها آخرین نمونه از موج اعدام‌هایی است که توسط رژیم مقامات ایران انجام شده است. حداقل 71 نفر از شروع امسال اعدام شدند. به طور متوسط 20 اعدام در هفته انجام شده و هزاران نفر دیگر در انتظار مرگ می باشند. عفو بین الملل تأکید می کند: ما از اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی وحشت زده شدیم، کما اینکه از ادامه استفاده رژیم ایران از این مجازات ظالمانه و خشونتبار وحشت زده هستیم. مانند بسیاری از قربانیان، این دو تن نیز از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. جعفر کاظمی برای ماها در زندان اوین مورد شکنجه قرار گرفته بود تا از وی اعتراف تلویزیونی بگیرند، اما او از این کار خودداری کرده بود. او و محمد علی حاج آقایی با هم محاکمه شدند. آنها در آوریل 2010 به اعدام محکوم شده بودند. قبل از اینکه آنها دستگیر شوند، هر دو با اعضای خانواده خود که در کمپ اشرف، جایی که 3400 عضو و هوادار مجاهدین مستقر هستند، دیدار داشتند. پسر جعفر کاظمی در کمپ اشرف مستقر است. ماهاست که ساکنان کمپ اشرف به طور مستمر تحت فشار و ارعاب و وضعیت محاصره توسط مقامات عراقی قرار دارند. زندانیان سیاسی دیگری که توسط مقامات ایرانی طی هفته‌های اخیر اعدام شده‌اند، حسین خضری از زندانیان سیاسی کرد که به نظر می‌رسد در 15 ژانویه اعدام شد و علی صارمی در دسامبر 2010 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شد بودند. دولت انگلستان اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کرد و از رژیم ایران خواست اعدام‌ها را متوقف کند. وزیر خارجه در امور خاورمیانه انگلستان آلستر برت گفت: ما اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم می‌کنیم، به ویژه که آنها به خاطر اتهامات سیاسی اعدام شدند. آنها در جریان تظاهرات بعد از انتخابات سال 2009 دستگیر شده بودند. آلستر برت از رژیم ایران خواست تا اعدام‌ها را متوقف کند. وی گفت: از شروع امسال افزایش نگران کننده‌ای در تعداد اعدام‌ها در ایران وجود داشته است.
رژیم ایران با بیش از 60 اعدام به طور متوسط بیش از 2 نفر در روز در طول یک سال بیشتر از تمام کشورهای جهان اعدام کرده است. وزارت خارجه انگلستان تأکید کرد استفاده از روش‌های خشونتبار و غیر انسانی مانند حلق‌آویز و اعدام در معابر عمومی غیر مسئولانه است و ما بار دیگر از رژیم ایران می‌خواهیم اعدام‌ها را متوقف کند. دیکتاتوری آخوندی در وحشت از فوران خشم و نفرت مردم به خاطر اعدام جنایتکارانی مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی خانواده های آنها را تهدید کرد از برگزاری هر گونه مراسم و گرامی داشت خودداری کنند. عصر روز دوشنبه ماموران وزارت اطلاعات با احضار خانواده مجاهد شهید جعفر کاظمی برگه‌ای در مقابل آنها گذاشتند و خواستند که تعهد بدهند از برگزاری مراسم و از نصب هر گونه عکس شهیدان و پلاکارد خودداری کنند. در غیر این صورت با پیامدهای آن مواجه خواهند شد. این اقدام ضد بشری در حالی است که دشخیمان رژیم پیکرهای پاک دو قهرمان مجاهد خلق را هنوز به خانواده‌های آنها تحویل نداده است. به رغم این تهدیدها خانواده مجاهد شهید جعفر کاظمی مراسمی را در منزل خود برگزار کرد که جمعیت زیادی در آن شرکت کرده بود. همچنین از روز گذشته و پس از انتشار خبر اعدام جنایتکارانی دو مجاهد خلق مردم گروه گروه به منزل مجاهد شهید جعفر کاظمی مراجعه می کنند و یاد و خاطره این دو قهرمان مجاهد خلق را گرامی می دارند. از سوی دیگر ماموران بدنام وزارت اطلاعات از دیروز در اطراف منزل آنها در حال گشت زنی هستند و با رذالت و تهدید برای مردمی که قصد مراجعه به منزل آنها را دارند مزاحمت ایجاد می کنند. چند مورد مردم به دشخیمان اعزامی رژیم اعتراض کردند. اقشار مختلف مردم تهران و شهرستان به ویژه با دانشجویان با حضور در منزل این دو شهید سرفراز خشم و نفرت خود را علیه دیکتاتوری آخوندی نشان می‌دهند.